من محسن قائم مقام، پزشک ساکن نیویورک، امروز بخش سوم از خاطرات خودم از نشیب و فراز نهضت ملی ایران رو خدمتتون ارائه میدم. در برنامه گذشته دو ماده از برنامه دولت ملی دکتر مصدق رو عنوان کردم، برنامه یک ملی شدن صنایع نفت و خلیات و برنامه دو اصلاح قانون انتخابات. در اونجا فرصت نبود که من در مورد زنان در این اصلاح انتخابات صحبت بکنم که امروز این رو خدمتون جزء برنامه‌های دیگه تقدیم میکنم. در شروع کار دکتر مصدق شش نفر از آیات عظام و مراجع تقلید برای دکتر مصدق نوشتند که این وارد این موضوع، یعنی مورد حق رأی به زنان یا انتخاب شدنشون نده، وگرنه اینها در قسمت‌های دیگه‌ایه که به سبب برنامه هایی رو که مصدق ازشون پیش پشتیبانی نمی کنم. ببخشید. دکتر مصدق در مقابل این مسئله قرار گرفت که نمیتونه در دو جبهه بجنگه، یعنی که هم مسئله نفت و انگلیسا و همینه که مسئله مبارزه برای اینه که حق رأی به زنان، یعنی که حق رأی به زنان رو برای یک زمان دیگه‌ای واگذار کرد و فقط روی حق به اصطلاح مبارزه با انگلیس ها و مسئله ملی شدن صنایع نفت این رو متمرکز کرد برای کار خودش به عنوان ماده اول. در مورد زنان در این دوره ها صحبت های زیادی شده بود در وقت های مختلف، از جمله در مجلس دوم در ابتدای کار یکی از نمایندگان، نماینده همدان، شیخ محمد تقی وکیل رعیا، ایشون پیشنهاد میکنه که آواز به زنان حقوقشون رو محترم بدونیم و حق رأی داشته باشن. در همون مجلس حتی کمیسیون مربوط به انتخابات تصویب میکنه که زنان حق رأی داشته باشن. در این موقع آقای سید حسن مدرس که از به اصطلاح آیات عظام بود و مورد احترام همه بود، نماینده مجلس بود و در این حال از به اصطلاح بخش‌هایی از آزادی خواهی را هم پشتیبانی میکرد، ایشون وارد شد. موقعی که فهمید این آیه قرآن رو خوند، الرجال قوامون علی النساء، یعنی اینی که زنان در عهده مردانشون هستن و اینه که زنان در اسلام حق انتخاب، حق رأی و همچنین حق قضاوت ندارن. این هم اهمیت خود آقای مدرس و همینی که قایه‌ای از قرآن خونده بود بلافاصله گذاشتن کنار و مسئله حق زنان کاملا منتفی شد در اون زمان. و این که در مورد همین آیه بعداً تفسیرهای مختلف نوشتم. من الان فرصت اینه که بخوام از نظر اسلامی این تفسیرهای مختلف رو بگم، فرصت اینه ندارم، ولی بسته به اینه که کی داره تفسیر میکنه مسئله رو یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه بیان میکنه. آقای خمینی در 15 خرداد یکی از دلایلی که مردم رو دعوت به قیام کرد در اون موقع حق رأی به زنان و حق انتخاب شدن به زنان داده بودن. البته کاری نداریم، صحبت چه خواهیم کرد، مردان هم حق رأی و حق انتخاب نداشتن، به زنان هم از نظر اسمی بهشون دادن، بگن اینا هم
حق آزادیه که بتونن نمایندگان خودشون انتخاب بودن نداشتن، این رو در فرصت خودش صحبت میکنه. ولی آقای خمینی به این دلیلی که همچین چیزی وارد موضوع شده بود، یکی از دلایل عمده دعوت به قیام 15 خرداد بود. همین آقای خمینی در انقلاب 1357 ایشون در انتخابات اجازه رأی داد که زنها میتونن رأی بدن، نماینده بشن. به عبارتی بستگی داشت به اینه که صلاحش مصلحتش چی باشه و میگه تفسیر قرآنیش بر حسب مصلحت شخصیشه. و لذا در اونجا ما میبینیم که انتخابات زنان انتخاب شدن. در همین زمان ها بود که گالیندوپول از طرف سازمان ملل مأمور به اصطلاح مطالعه مسائل ایران شده بود و به ایران میرفت. من رفتم در سازمان ملل آقای گالیندوپول رو شخصا ملاقات کردم. ایشون به من میگفتش که آقا اینها یه حکومتی هستند، یه حکومتی هستند که در اونجا حق دارن که به اصطلاح اسلامی باشن و حق دارن که قوانین اسلام رو رعایت بکنن و شما در این مورد حرفی نمیتونید داشته باشین. بهشون گفتم بله درست، ولی در این حال اینها قوانین اسلامی رو هر روز که صلاحشون باشه و بر حسب اینکه کی مثلا بخواد این رو تفسیر بکنه و از مثلا مراجع تقلید باشه فرق میکنه. نمونهش رو در مورد انتخابات گفتم، نمونهش رو در مورد شطرنج گفتم و چیزهای دیگه. این تموم شد، ایشون رفت ایران و بعد از این سفر دیگه از سازمان ملل خواستن که ایشون دیگه نیاد یا که دیگه انتخاب بشه. چقدر صحبت های ما تاثیر من تاثیر داشت، فکر کنم حتما تاثیر داشته. در هر حال منظور اینه که اینجوری بود و هست. زنان در ایران به اصطلاح از نظر اجتماعی مسائل مختلف داشتن. در دوره ساسانیان، در دوره هخامنشی و حتی در کورش کبیر با میبینیم که آراتموس به اصطلاح فرمانده ناوگان دریای ایران میشه و در دوره ساسانیان حداقل سه تا شاه که یکیشون آذرمیندخت و خواهرش بوراندخت و دختر خسروپرویز شاه میشن و خیلی قوانینی هست که نفع زنان و زنان را در کنار مردان خیلی نزدیک انجام داده. البته مطالعات بیشتری باید انجام بشه و من همه این مطالعات رو نداشتم، ولی همون جایی که داشتم خیلی حقوق زنان رعایت شده بوده. در دوره اسلام ببخشید، در سطر اسلام ما میبینیم که خدیجه، عایشه، زینب ست از زنان بزرگ کارهای بسیار بزرگی در زمان خودشون انجام میدن. بسیار. ولی موقعی که دقت بکنید اینها مربوط به فرهنگ قبل از اسلام هستن. برای اینکه فرهنگ اسلام جا بگیره 20 سال 30 سال زمان لازم داره و اینها خیلی جلو در سطر اسلام بودن. برخلاف اینه که گفتن آن دختراشون رو میکشن نمیدارم فلان و همدان، در قبل از اسلام شاعر داشتن، نویسنده داشتن، به اصطلاح افراد بزرگی رو داشتن و زنان هم در میبینیم که یه همچین مصادر بزرگی رو داشتن. بعد از اینها تا قاجاریه در دوران اسلام که خلفا و بعد حاکمین دیگه اسلامی اونجا بودن، یک زن رو نذاشتن رشد بکنه و هیچ نه تنها انتخاب و حق قضاوت و اینها، بلکه اصلا از نظر اجتماعی هیچ مقامی رو به اینها نداده بودن. تا میاد دوران قاجار، در دوره قاجار که ما ببینیم که زنها اشکال مختلفی در حال این هستن که رشدی بکنن و مقام های اجتماعی رو به دست بیارن. البته این کار در به اصطلاح مشروطه شروعش خیلی بیشتر میشه،
و در اینجا ما بی بی مریم بختیاری رو میبینیم که در فتح تهران اون موقع که ریختن و محمد علی شاه رو ایلات مختلف و ستارخان باقرخان سرگار اسد اینا آمدن، ایشون هم به عنوان نظامی شرکت داشته و با تفنگ تو این جنگ شرکت داشته. میخوام بگم زنان در چه به اصطلاح راستای کار میکردن و چه مقام اجتماعی داشتن. زنان دیگری در این دوره هستند، بیشتر کانونهای یا مجالس زنان درست میکردن، مجالس خیریه درست میکردن مختلف و میشه به اصطلاح اسامی نمیز خانم فخرالدوله، صدیقه دولت آبادی، بطرمولک بامداد و بسیاری اسامی دیگه. من به اصطلاح نام زنانی رو که بعد از شهریور 20 به اصطلاح در اجتماع ایران کارهای مهمی کردن و مثلا ظهور کردن، نشان داده شدن، اینا رو بر موقعی من موقعی که اون مطالب رو بخوام بگم تعریف میکنم. خیلی بحثمون خیلی زیاد میشه که الان بخوام من نام زنان پیشرو رو بخوام ذکر بکنم. مصدق حکومتش، یا به معذرت میخوام، واقعا بس همیشه یاد اون باشه، محمد مصدق حکومتی نداشت، حکومت مال اونهایی که ارتش، شهربانی و اینها تو دستشونه و مصدق اینها رو در دست نداشت. لذا دولت مصدق بود و فقط تنها مردم بودند که پشتیبان دولت مصدق بودن. مصدق مردم با میتینگ هایی که میدادن، تظاهراتی که میکردن که بسیار وسیع بود، حتی قبل از اینکه مصدق انتخاب بشه، همطور که قبلا گفتم مجلس 14 و مجلس 16 هم تونستن مصدق و طرفدارانش رو نماینده تهران انتخاب بکنن که تغییرات بسیار بزرگی تونستن اینا انجام بدن، از جمله به اصطلاح ملی شدن صنعت نفت. و مصدق چی کار عمده‌ای که در این مورد انجام داد، دولت مردان ملی ایران رو رفت دنبالشون، رفت و آورد و انتخاب کرد و تربیت کرد. از جمله خیلی مشخص اینا آقای دکتر علی شایبانه، ایشون رفت از خونه آورد و صحبت و بالاخره ایشون نماینده مجلس شد و کارهای بزرگی در مجلس به صورت تحت ریاست کارهایی که ایشون میکرد انجام شد. و مصدق این یکی از دستاوردهای بزرگ مصدق، انتخاب و تربیت دولت مردان ملی. دولت مردان سیاسی ایران قبل از مصدق زمان مزیرکبر خان داور انجام شد، از جمله آقای صالح از دست پروردگان دولت مردان سیاسی ایران زمان داور. و وزرا، نخست وزیران، نمایندگان، بسیاری افراد بزرگ ایران تربیت شدگان و از دولت مردان سیاسی تربیت شده آقای داور، وزیر عدلیه یا وزیر دادگستری اون زمان هستن. آقای دکتر مصدق در دوران ابتدای نخست وزیریش نامه به رئیس شهربانی نوشت که آقا روزنامه هایی رو که علیه من می نویسن و شما نگیرید، توقیف نکنید، کاری نداشته باشید. به این دلیل بود که صحبت مقالات مثل مصدق سازشکار، مصدق امریکایی، این حزب توده می نوشت و روزنامه های بسیار ارتجایی شبیه این رو می نوشتن و هیچ اینا آزادانه می تونستن در بیاد و آدم اینا رو می دید. علاوه بر این میخواستن مجسمه مصدق رو مردم بسازن و در سرای شاه میخواستن وصف بذارن در یه جایی و ایشون گفت به لعنت حق گرفتار شود هر کسی مجسمه رو بسازه و جلوی مجسمه، ساختن مجسمه خودشو گرفت. پشتیبانان مصدق رو در چهار حزب در اونجا تجمع کرده بودن.
که خیلی ها عضو این اعضا بودن و جبهه ملی رو تشکیل میدادن. میخواستم این تذکر رو بدم. در اون زمان تصمیمات جبهه ملی رو شخصا دکتر مصدق میگرفت. بعدا این تصمیمات که گرفته میشد این احزاب میامدن پشتیبانی میکردن و فعالیت میکردن رو این تصمیماتی که مصدق گرفته. در جبهه ملی دومه که سال 39-43 تصمیمات جبهه ملی است که انجام میشه. این خیلی قضیه مهمیه که گفته بشه. احزابی که در اون زمان تشکیل شد حزب پانیرانیست. این پانیرانیست ها در 1122 اینا یعنی شروع حمله متفقین به ایران علیه انگلیس ها برنامه های به اصطلاح مسلحانه داشتن. البته کاری در این به این چیزا پیش نبردن ولی اینجوری کار خودشون رو شروع کردن. این پانیرانیست ها مثل پانهای دیگه، پان ترکیز، پان ارمیز، اینها دنبال این بودن که به اصطلاح سرزمین هایی که از ایران یا مثلا ترک ها جدا شده برگردانن به مملکت. مثلا پانیرانیست ها تقاضایی داشتن که 17 شهر قفقاز که دوره تزاری ها گرفته شده اینا برگرده. حرفایی که عملی نبود برای اینکه اینا هر کدومشون کشور شده بودن. تاجیکستان، قزاقستان، قفقاز اینا همشون کشور شده بودن. اینا خود مملکت مردمشون هم نمیخواستن برگردن. به خصوص کارهایی رو که آقا محمد خان قاجار در جنگ های ایران و روس انجام داد اینها واقعا خیلی دلازرده بودن و اینه که برگشتن برای اون زمان رو دوباره تکرار این جریان رو حاضر نبودن. به هر حال اینه که بحرین برگرده اون هم تو دست انگلیس ها بر قدرتی نداشتن که بخواهن بحرین رو برگردونن. و وقتی هم که ملی شدن نفش رو دکتر مصدق عنوان کرد اینها هم جبهه ملی شدن و دنبال ملی کردن سنن نفت شدن. اینها بعدا دست گروه های مختلف شدن. آیه داریوش پوروهر که بعدا حزب ملت ایران رو درست کرد و حزب ملت ایران اعلام کردن که خواسته های پانیرانیست که خواسته فرهنگی است و ما بعدا تر میکنیم. این موضوع رو کاملا کنار گذاشتن. ولی حزب پانیرانیست بود که مال محسن پزشکپور و ایشون دنبال کار گرفت و بعدا هم البته پزشکپور مخالف مصدق شد و در مجالس درباری و شاه که بعدا تشکیل میشد ایشون انتخاب شد و اصلا جزء اونها انجام شد. آقای مهرداد که اینو به معلومه بر اثر کی و به احتمال زیاد همه پزشکپور کرونا تیر زدن و از کمر فلج کردن و تا آخر عمرش از طرفداران مصدق بود ولی در بیمارستان راهن که عضو راهن بود اونجا بستری بود بسیار ناراحت کننده و اینا هر کدوم روزنامه های خودشون داشتم. من یادمه که روزنامه این طرفداران مهرداد نوشته بود خون را با خون میشوییم طرز برخورد. و ولی آقای داریوش پور هر وقت همسرش خانم پروانه اسکندری فروهر از فعالین بزرگ طرفدار مصدق بودن و تا وقتی که اینا رو کشتن زمان حکومت اسلامی که بعدا صحبت چو خواهیم کرد این به کشتیبانی خودشون ادامه دادن. در اینجا وسط یک حزب احزاب طرفدار مصدق مفتون حزب ایران که در 1322 به صورت حزب میهن پرستان و حزب پیکار حزب استقلال اینا در اینجا جمع شدن بیشتر از فرهیختگان ایران تحصیل کرده های ایران و اینهایی بودند که پایه‌های دولت مصدق رو تشکیل داده بودند. اینا بودند که چارچوب کار رو نگه داشته بودند. همشون افراد بسیار تحصیل کرده و بزرگ.
بعداً آمدن حزب ایران رو درست کردن، یه حزب سوسیال دموکرات و نشریه جبهه آزادی قبلتون نشریه شفاف رو میدادن بیرون و شعارشون هم بود کار داد آزادی و حزب سوسیال دموکراسی بودن. دبیر کل اولشون آقای مهندس احمد زیرکزاده بود، افراد بسیار شناخته شده و مورد احترام مردم از اعضای این را بودم. من چند تاشون همینطوری ذکر بکنم، آقای الله‌جان صالح که مورد احترام همه بود و آقای احمد پارسا مهندس اخشناس، دکتر شاپور بختیار، دکتر کریم سنجابی، علی اردلان، ابوالفضل قاسمی، خیلی افراد دیگه بود که من فرصت نام بردن همشون رو ندارم. و همطور گفتن اینا پایه های اصلی دولت ملی رو که مصدق بودم، مخالفم خیلی زیاد داشتم. اینها خیلی مردمی بودم که مثلا حزب ایران در شمال رشت و اینها پیش برد داشت و جلوی حزب توده قرار گرفت، برگه در جای دیگه نب و صحبتش در این بود که ایشون طرفدار میزکوچیک‌ها بودن اینا و حزبتون هم مخالف مزکوچیک‌ها و مردم اونجا هم طرفدار میزکوچیک‌ها بودن، لذا حزب ایران جلو بود و از اینجور صحبت ها زیاد بود که در زمانهای خودش من صحبت خواهم کرد. بعد از پانرانیست ها و حزب ایران، حزب مردم ایران بود. اینا به صورت نهضت خداپرستان سوسیالیست آمدن، آقای نخشب و آقای حسین رازی، دکتر مرجایی، اینها رو تشکیل داده بودن. در 1331 اینها عضو میان به اصطلاح با حزب ایران چیز میشن، ادغام پیدا میکنن، پیوسته میشن، ولی بعد از یک سال اینها نمیتونن ادامه این رو بدن و جدا میشن از حزب ایران و خداپرستان سوسیالیست و حزب مردم ایران رو درست میکنن که عضویت جبهه ملی رو پیدا میکنن. در چهالین دوران سال 39-43 جبهه ملی دوم اینها بودن. آقای البته آقای بله در آقای محمد نخشب امریکا میره و آقای پیمان و سامی در این دوره میان و مثلا صحبت کارهای مسلحانه رو میکنن در سال 1342 و جامع رو درست میکنن، جنبش آزادی بخش مردم ایران که به منصه ظهور و اون اندازه نداشتن، ولی این نامش و این شعارهاش و اینی که باید این کار رو بکنن بود و افراد زیادی تو این حزب مردم ایران بودن. آقای ابراهیم یزدی، بچه‌ای علی شریعتی، علی عزتی، نظام الدین قهاری، خیلی من دیگه اسامی بیشتری رو نمیام در اینجا ذکر بکنم. و به غیر از اون از احزاب چهارگانه جبهه ملی یکم حزب زحمتکشان ملت ایران بود. حزب زحمتکشان ملت ایران رهبریش با آقای دکتر مظفر بقایی بود که البته اینا در کیشون در مجلس 15 هم از طرف حزب قوام سلطنه انتخاب شد، برام به اصطلاح حزب دموکرات قوام بود که انتخاب شد، ولی بعداً به ملیون پیوست و پشتیبانی از نهضت ملی کرد و جبهه ملی. البته بعدنشون جدا شد و مخالفت با مصدق کرد و یه نوع قولایی از طرف امریکا به ایشون داده شده بود که نخست وزیر بشه و اینها و همچین کارها و ترتیبات انجام داد. ولی در این دوره انشابیون حزب توده در 1331
26 اینها افراد مثل آقای خلیل ملکی، جلال آل احمد، مهندس قندهاریان، دکتر محمد علی خونچی و بسیار اصلا دیگه بسیار بودن و اینها آمدن و بیشترشون به اصطلاح حزب زحمتکشان ملت ایران با آقای دکتر بقایی به اصطلاح متحد شدن. روزنامه ایران، روزنامه اینها بسیار روزنامه مورد احترام مردم بود، روزنامه شاهد، و اینها این به اصطلاح انشابی رسیده شروع کردن فعالیت در این روزنامه شاهد و پشتیبانی از نهضت ملی و پشتیبانی از دکتر مصدق. مقالات این بسیار جالب بود. بعدا آمدن به اصطلاح نیروی سوم رو درست کردن، در دنیا درست شده بود، در اروپا، در آسیا اینها، و اینها آمدن نیروی سوم یعنی اینکه در مقابل دو نیروی امپریالیستی روسیه، شوروی در اون موقع و امریکا، اینها نیروی ملت ها رو میخوان تشکیل بدن، که این تایی که آقای خلیل ملکی قهرمان این دورانه و آمد و این نیروی سوم رو عنوان کرد و روشن کرد و بسیاری به دنبال این آمدن و اینها آمدن بعدا این جریان رو درست کردم. من در دوران دبیرستان این به اصطلاح نیروی سوم و زحمتکشان یک جلسه بحث و انتقاد داشت و من در به اصطلاح معرفی دوستانی که در دبیرستان بود به اینجا رفتم و بسیار مورد علاقه هم قرار گرفت که اینجا سوال میشه از اینها و جواب میدن، بیشتر توده ای هم جمع میشدن اینجا، به خصوص که آقای خلیل ملکی بود اونجا و اینها دنبال مثلا بی حرمت کردن آقای خلیل ملکی بودن با اون استدلالهای بسیار سخیفانه خودشون. من در موقعی که حزب توده رو انبان خواهم کرد در به این مورد اشاره خواهم کرد و بیشتر توضیح خواهم داد. و در اونجا می آمدن و سوالاتی می کردن توده ای ها و جواب می دادن. من یادمه که در یکی از این جلسات یکی از همین توده ای ها پرسید که آقا ما جلسه تشکیل میدیم، شما تشکیل میدیم، ما حزب درست میکنیم، شما حزب درست میکنیم، ما گردش های دست جمعی درست میکنیم، شما گردش های دست جمعی، همه شما دنبال روی ما هستین، هم دنبال کارهای ما رو میکنیم. آقای جلال آل احمد بود که اونجا صحبت میکرد، گفت آقا مگه سیب سرخ برای لحظه چلاخ خوبه؟ شما اینا رو از شوروی به صلاح کپیه میکنید و انجام میدید، ما هرچی صلاح همون باشه و لازم باشه برای حزب خودمون تشکیل میدیم و انجام میدیم. خیلی جالب. و اینا در روزنامه های خودشون مطالب بسیار جالبی می نوشتن. از جمله یه قسمت سوال و جواب داشت، تمام سوال هایی که تو مملکت طرح بود رو می نوشتن و جوابش هم رو می نوشتن. بسیار برای افراد مثل من که بعدا می خواستن تو زنگ تفریح یا خارج از دبیرستان با توده یا صحبت میکنه و دست آدم مطالب بسیار بود درست و صحیح بود که آدم بتونه جواب به این جریان ها بده. در خارج از دبیرستان در بله به بله مثل درواز شمرون، درواز دولت، جلوی مجلس، اینا هم همینجور دسته دست با میستادن و بحث میکردن. در یکی از این بحث ها خیلی من جالب بود که اینا مثل همیشه میگفتن آقا اینی که داریم میگین که حزب توده گفته دروغ، هم چیزی نگفته. من بهش گفتم آقا الان اینجا ما نزدیک افتتاح تصادف، نزدیک در دولت اونجا بود، نزدیک استقلال افسر، گفتم آقا اینجا الان حزب نیروی سوم هست، میریم اینجا، من به شما چیز نشون میدم، ما اونجا روزنامه ها رو داریم نشون میدم، آقا اونجا چاوکش وجود داره، ما نمیایم. یعنی به این ترتیب حتی حاضر نبودن بیان سند رو نگاه بکنن، کاملا دنبال اون چیزی که بهشون گفته بودن تا آخرین کار
پای جریان واسطه بودم. من امروز این برنامه خودم رو خاتمه میدم تا برنامه بعد که بتونیم بخش های دیگری از عراض و نشیب نهضت ملی ایران رو در میون بذاریم. با تشکر.